نمیپذیریم. این تنها جمله است که از سوی صهیونیست‌ها به میانجیگران برای پایان دادن به جنگ غزه اعلام می‌شود. از روزهای ابتدایی جنگ در غزه، کشورهای مختلفی از جمله مصر و قطر به عنوان میانجیگران سنتی میان اسرائیل و حماس برای توقف جنگ وارد میدان شدند. اما موضوع آتش‌بس جز در یک مورد و تعداد روزهای کوتاه همواره توسط صهیونیست‌ها رد شده است. شرط اساسی حماس برای پذیرش آتش‌بس و آزادی اسرا پایان قطعی جنگ و همچنین خروج کامل صهیونیستا از غزه است. صهیونیستا اما پذیرش این شرط را به معنای شکست قطعی خود در جنگ با غزه می‌دانند و همواره از پذیرش آن سر باز می‌زنند. مصر اخیراً نیز پیشنهاد جدیدی را برای آتش‌بس طولانی مدت در غزه مطرح کرده است. طرحی که یک آتش‌بس 3 مرحله‌ای را در دستور کار قرار خواهد داد. بر اساس ادعای برخی رسانه‌ها، حماس و اسرائیل درباره این پیشنهاد مصر به توافق اولیه دست یافتند. جزئیات این توافق احتمالی حکایت از آن دارد که در چند مرحله قرار است تعدادی از اسرای صهیونیست توسط حماس آزاد شوند. صهیونیست ها نیز به سمت مرزهای شرقی غزه عقب نشینی کرده و مناطق پرجمعیت این منطقه را خالی خواهند کرد. همچنین بر اساس طرح مصر، حماس حق بازسازی زیرساختهای نظامی خود را نداشته و نباید از نظر نظامی تقویت شود. بر اساس گزارش ها، برخی منابع پذیرش این طرح از سوی حماس را به دلیل اینکه توقف کامل جنگ در آن گنجانده نشده تکذیب کردند. برخی معتقدند که پیشنهاد جدید مصر نه تنها برای رسیدن قطعی به نقطه پایان جنگ در غزه نیست، بلکه نوعی خرید زمان برای صهیونیست‌ها در جهت پیشبرد طرح حمله به رفح و رقم خوردن یک فاجعه انسانی در این منطقه است. نتانیاهو نیز پیش از این تاکید کرده بود که در حال حاضر تنها حاضر است بسته‌های پیشنهادی را در ازای عدم حمله به رفح بپذیرد، موضوعی که نشان می‌دهد برنامه‌ریزی اسرائیل برای نسل‌کشی در رفح در واقع نوعی گروکشی برای نابودی حماس و رسیدن به توافقی است که اسرائیل در آن پیروز جلوه داده شود.